سلام، من جان بیور هستم، نویسنده افابل. میخوام چند دقیقه از وقتتون رو بگیرم و کمی از تاریخ رو هم باهاتون در میون بذارم تا داستانی رو که شنیدید براتون روشن‌تر کنه. اخیراً برای جانهای بیشماری که آماده ابدیت نیستن اما به سرعت به سوی آن شتابانند، بار سنگینی رو دوشم حس کردم. این افراد تنها بی ایمانان نیستند، بلکه مسیحیان رو نیز شامل میشن. پس از دعای بسیار احساس کردم که برای نوشتن یک کتاب درباره این واقعیت ضروری هدایت روشنی دارم. نام این کتاب برانگیخته با ابدیت، یا به زندگی خود امروز و همیشه اهمیت دهید. وقتی داشتم برای کتاب دعا می کردم، از خداوند پرسیدم که چطور می تونم با مردم درباره مفهوم ابدیت ارتباط برقرار کنم. پاسخش این بود: براشون یه داستان بگو و از اون طریق تعلیم بده. فکر کردم که بله، البته عیسی هم همین کار رو کرد. بنابراین دعا کردم و بر روی مفهوم داستان متمرکز شدم. وقتی شروع به نوشتن کردم، روح القدس منو به زمان و مکان دیگه‌ای در یک پادشاهی که افابل نام داشت برد. بعد از اینکه کاملش کردم، داستان افابل رو با مردم بسیاری از هر طبقه اجتماعی و با هر سن و سالی، چه جوان و چه پیر، در میون گذاشتم. همه اونها عمیقاً تأثیر پذیرفته بودن. ما دریافتیم که لازم اون رو به صورت حرفه‌ای به شکل یک نمایش رادیویی تولید کنیم، که شد همین که الان شنیدید. در این داستان کاراکتر پادشاه جایلین نماینگر عیسی مسیحه و پادشاه پدر نماینگر خدای پدره و سایجس به نوعی روح القدسه. گارد سلطنتی سمبول فرشتگان خدا هستند، آموزگاران مدرسه اندل معرف خادمین انجیل هستند و البته که دایگون خود شیطانه. زندگی در اندل حیات انسان رو بر روی زمین نشان میده و افابل شهر خدا رو بازتاب میده. سرزمین رها شده تنهایی با جهنم ابدی یا حتی بیشتر از اون، به ویژه با دریاچه آتش همانندی داره. کتاب مقدس به روشنی میگه که هر انسانی بی توجه به اون که کی و کجا زندگی کرده و اینکه از چه نژاد و جنسیتی باشه، چقدر بزرگ و معمولی باشه، یک روز در برابر عیسی مسیح و پای تخت داوری او قرار میگیره. خدای پدر تمام داوری رو به پسرش عیسی مسیح واگذار کرده. عیسی در انجیل یوحنا فصل 12 آیات 48 و 49 میگه: برای کسی که مرا رد کند و سخنانم را نپذیرد، داوری دیگری هست. همان سخنانی که گفتم در روز باز پسین او را محکوم خواهد کرد. بنابراین پیشاپیش میدونیم که چه چیزی در روز داوری گفته خواهد شد. اون روز هیچ مکاشفه تازه‌ای از حقیقت وجود نخواهد داشت، بلکه خدا همه چیز رو با اون چیزهایی که پیشتر در کلامش گفته قیاس میکنه. میبینید قضاوتی که اون روز صورت میگیره جاودانه نامیده میشه. این همونیست که در عبرانیان فصل 6 آیه 5 اومده. به عبارت دیگر تصمیمهایی که بر تخت داوری گرفته میشن معین میکنن که ما بقی عمرمون رو چگونه در ابدیت سپری میکنیم. داوری تصمیمی است که پس از یک بررسی گرفته میشه. هرگز در اون بازنگری و تغییری داده نمیشه و درباره تصمیماتی که خدا درباره شما میگیره تجدید نظر نمیکنه. پس بهتر نیست الان در این باره بدونیم و مطابق با کلام خدا زندگی کنیم، تا اینکه در روز داوری این واقعیت رو بپذیریم و در نتیجه به شدت غافلگیر بشیم؟ بسیاری از مردم به اشتباه میذارن زندگیشون به پایان برسه و ابدیت به سرعت به سمتشون بیاد، بدون اینکه درباره اون چه در انتظارشونه تحقیقی کرده باشن. متاسفانه برخی امید و تصوراتی واهی پیدا کردن که بنابر کلام خدا درست نیستند. اونها فکر میکنن که خدا همه کارهای نیکی که انجام دادن رو به حسابشون میذاره. باورشون اینه که اگه کفه ترازوی کارهای خوبشون از کفه کارهای بدشون سنگین تر باشه، در داوری مورد رحمت قرار خواهند گرفت. دیگرانی که ادعای مسیحی بودن میکنن، فکر میکنن که قرار نیست در برابر تخت داوری عیسی بایستند، چون او منجی آنهاست. فکر میکنن که از هر نوع داوری معافند. شاید اونا کسایی باشن که بیشتر از همه غافل گیر میشن. میدونید در کلام از دو تخت داوری سخن گفته شده. اولیش بزرگترین تخت داوری است. مکاشفه 20 آیات 11 تا 15 میگه: آنگاه تخت بزرگ و سفیدی دیدم و کسی را که بر آن نشسته بود. آسمان و زمین از حضور او میگریختند و جایی برای آنها نبود و مردگان را دیدم،
چه خرد و چه بزرگ که در برابر تخت ایستاده بودند و دفترها گشوده شد، دفتر دیگری نیز گشوده شد که دفتر حیات است. مردگان بر حسب اعمالشان مطابق با آنچه که در آن دفترها نوشته شده بود داوری شدند و مرگ و جهان مردگان به دریاچه آتش افکنده شد و هر که نامش در دفتر حیات نوشته نشده بود، یعنی آنهایی که به عیسی مسیح به عنوان خداوند ایمان نداشته و یا آنانی که تا به آخر ایمانشان را حفظ نکرده بودند، به دریاچه آتش افکنده شدند. در داستان تمثیلی افابل، این برای مستقل، فریب خورده، بزدل و زندگی پنهانی که آموزگار بود اتفاق افتاد. کاراکتر مستقل نماینده شخصی است که به انجیل باور نداره. اگه شما چنین باوری دارید، هرچقدر هم که زندگی شما در چشمان جامعه خوب باشه، در مقایسه با استاندارد خدا کم میاره. چون کتاب مقدس اعلام میکنه که همه گناه کردند و جلال خدا کوتاه آمدند. در نتیجه سقوط آدم، همه ما با طبیعتی گناه‌آلود به دنیا میاییم. گناه به شیطان اجازه ورود به زندگی ما رو میده و وقتی زیر سلطه او هستیم، سرنوشت ما با او یکی میشه. سرنوشت شیطان اینه که تا ابد در دریاچه آتش سوزانده بشه. به این فکر کنید، آتشی که خاموش نمیشه. سرنوشت او درد و رنجه. سرنوشت شما نباید اینطوری باشه. خدا نیاز به منجی را دید و به خاطر محبتی که به من و شما داشت، عیسی را فرستاد که پدرش خدا بود و البته مادرش مریم باکره. او 100% خدا بود و 100% انسان. بنابراین او از گناه ذاتی که همه انسانها را در بند کرده آزاد بود. اگرچه خدا بود، خود را از ذات الهی خالی کرد و انسان شد تا خود را کفاره‌ای برای گناهان بسازه. وقتی بر روی صلیب رفت، به خاطر گناه ما داوری شد تا ما را از بندهامون آزاد کنه. او مصلوب شد و بهای جریمه گناه همه بشریت رو پرداخت کرد. میدونید که تمام کسانی که در مسیح هستند دیگه زندگیشون در معرض دسترس دشمن نیست. از هر بند گناه و از دامهای دشمن آزاد هستند، بلکه او را به عنوان خداوند و سرور خود بپذیرد، نامش در دفتر حیات نوشته می شود که معناش اینه که اونها برای تمام ابدیت در پادشاهی خدا پذیرفته خواهند شد. اون شخص دیگه ابدیت رو در دریاچه آتش نمیگذرونه. این آتش برای انسان آفریده نشده، بلکه برای شیطان و دار و دستش ساخته شده. کاراکتر فریب خورده در این داستان تمثیلی نماینده شخصیه که عیسی رو به عنوان خداوند میشناسه، اما برخلاف اراده خدا زندگی میکنه. دی ان ای روحانی این افراد هنوز گناه آلوده، چون تبدیل واقعی در اونها صورت نگرفته. عیسی در متی فصل 7 آیه 2 در این باره مینویسه: نه هر که مرا سرورم سرورم خطاب کند به پادشاهی خدا راه یابد، بلکه تنها آن که اراده پدر مرا که در آسمان است به جا آورد. کتاب مقدس بسیار روشن میگه زنان و مردان بسیاری خواهن بود که فکر میکنن نجات یافتند و کاملا انتظار داشتن که پذیرفته بشن، اما از آسمان رانده خواهند شد. این مردم فقط خود رو فریب ندادن، بلکه به خاطر زندگی گناه آلودشون بسیاری رو هم گمراه کردند. کاراکتر بزدل نماینده فردیه که واقعا زندگی خودش رو به عیسی به عنوان خداوند میسپاره، اما تا به آخر دوام نمیاره. کتاب مقدس به ما درباره این گونه افراد هشدار میده، اما روح آشکارا میگوید که در زمانهای آخر برخی از ایمان روی گردان میشوند. و بعد عیسی دائما تکرار میکنه که هر که تا به پایان پایدار بماند نجات خواهد یافت. زندگی مسیحی همیشه بهار نیست، مثل یک دوی استقامت میمونه. از دست دادن نجات خیلی آسون نیست، اما امکان پذیره و به ما گفته شده که در زمانهای آخر برای بعضی ها اتفاق میفته. عیسی گفت که هرگز ما رو رها نمی کنه، اما هیچ وقت نگفت که ما اونو رها نمی کنیم یا دست از اون نمی کشیم. چرا یک نفر باید بخواد بزرگترین رابطه عاشقانش در دنیا رو ترک کنه؟ اگر در عشق او جلو برید، ترس خدا رو در دلتون داشته باشید، هرگز مثل بزدل در داستان ما برای همیشه از او جدا نمیمونید. زندگی پنهانی نماینده خادمی است که در دل خود از خدمت حقیقی به پادشاه منحرف شده و برای هدفهای خودش زندگی میکنه. و از کلام خدا برای فریب دیگران برای دستیابی به خواستهای خودش استفاده میکنه. بنابر کتاب مقدس چنین فردی بیشترین حد محکومیت رو دریافت میکنه. در واقع کتاب مقدس به طور خاص دو بار تاکید میکنه که تا ابد برای او سیاهی و تاریکی خواهد بود. وقتی این نمایش رو مینوشتم،
و به موضوع داوری این افراد و مجازاتشون که رفتن به سرزمین تنهایی بود رسیدم، از درون لرزیدم. در واقع این بخش رو یه شب دیر وقت نوشتم. اون شب از ترسی که برای اون افراد داشتم خوابم نبرد. ترس برای کسانی که سرانجام یک روز خود رو در بدترین شرایطی که حتی قابل بیان کردن نیست خواهند یافت. بهش دریاچه آتش میگن و بنا به گفته عیسی سرنوشت بسیاری به اینجا ختم میشه. در متی فصل 7 آیات 13 و 14 میخونیم که از در تنگ داخل شوید، زیرا فراخ است آن در و عریض است آن راه که به هلاکت منتهی میشود و داخل شوندگان به آن بسیارند. او میگه بسیارند، نمیگه داخل شوندگان به آن اندکند. اما دروازه حیات تنگه و راهی که به اون منتهی میشه راه سختیه و مردم کمی اونو پیدا میکنند. وقتی اون شب در تخت خوابم دراز کشیده بودم، به یاد چندین سال پیش از اون افتادم، زمانی که در یک زندان فوق امنیتی قرار بود در آفریقای جنوبی موعظه کنم. به یاد دارم که وقتی وارد اون مکان هولناک شدم چه چیزی رو تجربه کردم. بوهای بد، شرایط زندگی نفرت انگیز، سلولهایی که در اونها 20 یا 30 مرد رو نگه می داشتن در حالی که تخت خوابهای دیواریشون تنها چند سانتیمتر از هم فاصله داشتن، چیزهای وحشتناکی بود که اونجا شاهدشون بودم. چیزی که واقعا منو وحشت زده کرد کاندومایی بود که از سقف برای مردان آویزان شده بود. مثل جهنم بود. من در چندین زندان در آمریکا خدمت کرده بودم، اما هرگز در طول زندگیم چنین شرایط ناامید کننده ای ندیده بودم. اگه بخوام باهاتون رو راست باشم، زندان‌های ما در آمریکا در مقایسه با اونجا مثل باشگاه‌های تفریحی ورزشی میمونه. جدن نمیتونستم یک هفته زندگی کردن در چنین جای مشمئز کننده رو تصور کنم، چه برسه به یک عمر زندگی. میتونستی ناامیدی محض رو در چهره زندانیان اونجا ببینی و تنها امید برای فرار از آنجا مرگ بود. اما از سوی دیگه از واقعیت ناشناخته مردن به شدت ترسیده بودند. اونا در شرایط ناامیدی کامل به سر می بردند. حقیقت اینه که این مکان که تا این حد وحشتناک بود در مقایسه با جهنم جای زیبایی به شمار میاد. حداقل همدم داشتند و نور آفتاب از طریق اندک پنجره هایی که حفاظ داشتند وارد اونجا می شد. در جهنم هیچ یار و همدم و هیچ نوری وجود نداره به جز نور آتش که هرگز خاموش نمیشه. در جهنم قطعاً تنهایی محض و ناامیدی و رنج هست. در دریاچه آتش تا ابد و برای همیشه هیچ آسایشی وجود نداره، چون جانهایی که آنجا هستند در تشویش دائمی هن. مردم نمیتونن پیش خود فکر کنن یک روز از اینجا میان بیرون. مجازاتشون ابدیه، هیچ تجدید نظری در حکمشون وجود نداره. به یاد داشته باشید که خدا دریاچه آتش رو برای نوع بشر نساخت، اون آن را برای شیطان و فرشته های سقوط کرده ساخت. هیچ انسانی نیز قرار نیست به اونجا بره. میخوام صدای من رو دوباره بشنوید. هیچ انسانی نباید به اونجا بره، چون عیسی برای همه مرد. دوم پتروس فصل 3 آیه 9 میگه که خدا در انجام وعدش تأخیر نمیکنه، بلکه صبوره، چون نمیخواد کسی هلاک بشه، بلکه میخواد همه توبه کنند. انتخاب با ماست. شاید بپرسید پس چطور میتونن نجات پیدا کنن؟ چطور اولین قدمهای ایمانم رو بردارم؟ واقعا بسیار ساده است. اگر باور دارید که عیسی بر روی صلیب به خاطر گناهانتون مرد، تنها کاری که باید بکنید اینه که از گناهاتون توبه کنید و خودتون و زندگیتون رو کاملا به او بدید. باید در دل خود تصمیم بگیرید که دیگه برای خودتون زندگی نمی کنید، بلکه برای او، و باقی زندگیتون رو برای او زندگی خواهید کرد. تنها برای او. اگه این تصمیم رو گرفتید، کتاب مقدس میگه که تنها کاری که باید بکنید اینه که به دهان خود اعتراف کنید که عیسی مسیح خداوند شماست و نجات پیدا خواهید کرد. فقط از فکر کردن به این موضوع واقعا هیجان زده میشم. اگه این کار رو انجام ندادید، بذارین الان پیش از این که در تفسیر داستان افابه جلوتر برم با شما دعا کنم. این دعا رو با صدای بلند با من بگید. مطمئن بشید که هر کلمه اون صادقانه براتون معنا داره. منظورم اینه که اگر فقط یک کمی کلمات رو تغییر بدید اشکالی نداره، اما مطمئن باشید که با تمام قلبتون دعا میکنید. بیایید با هم دعا کنیم. خدای آسمانی، اعتراف میکنم که گناهکارم، به تو گناه کردم و نیاز به یک منجی دارم. برای اینکه عیسی رو فرستادی تا برای گناهانم بمیره متشکرم. با تمام قلب ایمان دارم که او در روز سوم برخاست و پیروزی بر مرگ را برای من برمغان آورد. او را خداوند و منجی خودم میدونم. از اینکه برای خودم زندگی میکردم توبه میکنم. زندگیم رو به طور کامل به تو میدم، پدر آسمانی. از این لحظه به بعد عیسی مسیح رو به عنوان خداوند و سرورم خدمت خواهم کرد. در نام عیسی دعا میکنم. آمین.
بهتون تبریک میگم. کاش الان کنار من بودید، اون وقت محکم بغلتون میکردم، چون همین الان وارد خانواده خدا شدید. شما حالا فرزند پادشاه هستید. وقتی عیسی مسیح رو به عنوان خداوند و منجی میپذیریم میمیریم، به معنای واقعی کلمه میمیریم. کتاب مقدس میگه که اون انسانیت کهنه مرده و ما آفرینش تازه شده ایم، از نظر روحانی دوباره متولد شده ایم و اینک در پادشاهی او و در خانواده الهی و فرزند خدای زنده هستیم. اگر از ته دلتون اون دعا رو کردید، لازمه که بیدرنگ 4 تا کار رو انجام بدید. اول به مسیحیان دیگه بگید که زندگیتون رو به عیسی دادید تا بتونن شما رو پشتیبانی کنن، کمکتون کنن تا به عنوان یک ایماندار رشد کنید. دوم شروع کنید به خوندن کتاب مقدس تا قلبتون رو با کلام خدا خوراک بدید. میدونید شما هیچ وقت یک نوزاد رو نمیذارید تو خیابون و بگید خودت زنده بمون. میذارید؟ نه. اون نوزاد باید شیر بخوره تا رشد کنه. بعد میتونه غذا بخوره و رشد کنه. راستش کلام خدا خوراک روحانی شماست. برای همینه که کتاب مقدس میگه همچون نوزادان مشتاق شیر خالص روحانی باشید تا به مدد آن برای نجات نمو کنید. سوم، کلیسای راستین که تعالیمشان بر مبنای کتاب مقدس باشه رو پیدا کنید و وفادارانه در جلسات آن شرکت کنید. حتی یک جلسه رو هم از دست ندید. میدونید چیزی که شگفت انگیزه اینه که پیش از شروع بعضی از جلسات پیش خودم فکر میکردم که امروز نمیخوام برم، خستم، فردا کار دارم. ولی وقتی میرفتم، خدا عمیق‌ترین و بیشترین کارها رو در همان روز در زندگیم انجام میداد. هرگه یک جلسه رو هم از دست ندید. ازتون میخوام که هر بار با انتظار اینکه خدا ملاقاتتون کنه برید. این فقط یک جلسه کلیسایی نیست، یک قرار ملاقات الهی بین شما و خداست. و بعد چهارمین کار اینه که در همون کلیسایی که میرید، به عنوان قدم اطاعت و شهادتی بر اینکه طبیعت کهنه شما نابود شده و زندگی تازه شما با سرسپردگی کامل به عیسی مسیح به عنوان خداوند شروع شده، در حضور جماعت تعمید بگیرید. میخواستم ازتون خواهش کنم که با سازمان خدماتی ما از طریق تلفن یا ایمیل تماس بگیرید و به ما بگید که عیسی مسیح رو به عنوان خداوند و منجی پذیرفتید. میخواییم بتونیم با شما شادی کنیم و ایمانتون به عیسی مسیح، فرزند خدا بودن و پذیرفته شدنتون در خانواده الهی رو جشن بگیرید. میتونید آدرس وبسایت ما رو در انتهای کتاب پیدا کنید. خیلی دوستتون داریم. خیلی دوست داریم بشنویم که چطور با گوش دادن به افابل نجات پیدا کردید. حالا بیایید بحثمون رو ادامه بدیم و دوباره بر داوری مسیح تمرکز کنیم. مسیحیان زیادی هستند که باور دارند چون عیسی رو به عنوان منجی پذیرفتن، هرگز در برابر تخت داوری او قرار نمی گیرند. این فکر کاملا نادرسته. به دقت به من گوش بدید. پاسخ ما به صلیبه که مشخص می کنه ابدیت رو کجا خواهیم گذروند. بی‌ایمانان در برابر تخت سفید داوری قضاوت خواهند شد. اما تخت داوری دیگه‌ای هم که کتاب مقدس درباره‌اش صحبت می‌کنه وجود داره و این تخت داوری برای ایماندارانه و تخت داوری مسیح نام داره. دوم قرنتیان فصل 5 آیات 8 تا 10 اینو میگه: آری، ما چنین دلگرمیم و ترجیح می‌دهیم از بدن قربت جسته نزد خداوند منزل گیریم. بیاین پیش از این که به خوندن ادامه بدم، بذارید یه نکته رو روشن کنم. پولس در اینجا به خصوص درباره مسیحیان صحبت می‌کنه. او میگه از بدن قربت جسته نزد خداوند منزل گیریم. وقتی یک گناهکار بدنش رو ترک میکنه با خداوند نیست، در جهنمه. اما بذاری خوندن رو ادامه بدیم و ببینیم درباره ایمانداران چه میگه. این را هدف قرار دادیم که او را خوشنود سازیم، زیرا همه باید در برابر مسند داوری مسیح حاضر شویم تا هر کس بنابر اعمال خوب یا بدی که در ایام سکونت در بدن خود کرده است سزا یابد. بذارید آیه 10 رو از ترجمه تفسیری هم براتون بخونم. خیلی عالیه. من خیلی این ترجمه رو دوست دارم. پولس میگه زیرا همه ما در مقابل تخت داوری مسیح خواهیم ایستاد و هر یک از ما نتیجه اعمالی رو که در این زندگی انجام داده ایم خواهیم دید، چه نیک و چه بد. حیرت انگیزه. در داوری ایمانداران بابت هر کاری که در زندگی به عنوان مسیحیان انجام داده ایم حساب پس خواهیم داد. نه تنها برای کارهایی که کردیم داوری می شویم، بلکه برای کلماتی که گفتیم، افکاری که داشتیم، انگیزه هامون و حتی برای مقاصدمون. این داوری می تونه به دو بخش اصلی تقسیم بشه. نخست، میزان مشارکتمون در برقراری پادشاهی خدا. دوم، چقدر زندگی های افراد رو بنا کردیم؟ که مطمئناً این که زندگی خودمون رو هم چقدر بنا کردیم شاملش میشه. در خصوص بنا کردن زندگی دیگران، تأثیر ما بر آنها مهمه. در خصوص بنا کردن زندگی خودمون و اینکه چطور با فیض خدا همکاری کردیم تا شخصیتمون شبیه مسیح بشه.
زندگی ما آزموده شده یا پاداش خواهیم گرفت یا عذاب خواهیم کشید. در اول قرنتیان فصل 3 آیات 13 و 15 آمده کار هر کس آشکار خواهد شد، چرا که آن روز همه چیز را ظاهر خواهد ساخت، زیرا آتش نتیجه کار را آشکار کرده کیفیت هر کس را خواهد آزمود. اگر کاری که کسی بر آن پی بنا کرده است باقی بماند پاداش خواهد یافت، اما اگر کار کسی بسوزد زیان خواهد دید، و هر چند خود نجات خواهد یافت اما همچون کسی خواهد بود که از میان شعله های آتش جان به در برده باشد. این قسمت رو شنیدید؟ هرچند خودش نجات خواهد یافت اما چون کسی خواهد بود که از میان شعله های آتش جان به در برده. و عیسی در مکاشفه فصل 3 آیه 21 میگه هر که غالب آید او را حق نشستن با من بر تخت خودم خواهم بخشید. داوری خدا دامنه گسترهی داره، همه جانبه است. هر چیز و هر جایی، هر کاری که کردیم سوزانده میشه تا در نهایت حق نشستن کنار عیسی رو برای همیشه و تا ابد پیدا کنیم. وای، باید همینجا یه لحظه صبر کنیم و کمی فکر کنیم. عهد جدید به ما میگه که زندگی ما مثل بخار میمونه. اگه یعقوب رسول که این کلمات رو نگاشته امروز زنده بود، احتمالاً این جمله رو اینجوری میگفت: آنچه که در زندگی این دنیا که زمانش نزدیک به صفر است انجام می دهیم، تکلیف آینده ابدی ما را روشن می سازد. بله، باز هم باید بگم که مسئله اینجا نیست که ابدیت رو کجا می گذرونیم، چون صلیبون رو مشخص می کنه، بلکه مسئله اینه که چطور ابدیت رو سپری خواهیم کرد. اگه اینجا بر روی زمین مردم با برنامه ریزی کردن برای زندگی یا دوره بازنشستگیشون تدارک میبینن، پس باید خیلی نگران زندگی ابدیشون در آینده باشن. نه، اگه بخوام باهاتون رو راست باشم، در واقع باید خیلی بترسن. به یاد دارید که در حماسه افابل خودخواه به همراه دیگران در بخش‌های پشتی تالار بزرگ چقدر پشیمون بودن که فرصت‌های کوتاهشون رو در اندل از دست داده بودند؟ زمانی قابل ملاحظه ای از 5 سال زندگیشون در اندل رو به جای اینکه خود رو کاملا تسلیم خواسته های جایلین کنند، صرف خواسته ها و منفعت شخصیشون کرده بودند. حالا دیگه باقی زندگیشون رو در سطح پایین تری از پتانسیلی که داشتن سپری می کردن. هر کدام از اونها فرصت داشتن تا در نزدیکی خود پادشاه کار و زندگی کنن، حتی باقی عمرشون رو کنار او در شهر سلطنت کنن. شاید از اون زمان کوتاه پس از فارغ التحصیلی از مدرسه لذت برده باشن، اما زندگی اونها در اندل تعیین کرد که قرار چطور باقی عمرشون رو بگذرونن. هر قد که این داستان عبرت آموز جدی باشد، باز هم قابل مقایسه با ابدیت نیست. پس بیایید سناریوی دیگری رو امتحان کنیم. سعی کنید تصور کنید که یک روز به شما فرصت داده شده و اینکه چطور این 24 ساعت رو میگذرونید برای هزاران سال بعدی شما تعیین کننده است. میتونید این بازه طولانی زمانی رو تصور کنید؟ فرض کنید زمان به عقب برگرده. در واقع میشه پیش از اینکه ایالات متحده به وجود بیاد، پیش از اینکه کریستوف کلمب دنیای جدید رو کشف کنه، حتی پیش از شاه آرتور و شوالیه های دور میز. بسیار خوب، پس هزاران سال زمان طولانیه. پاداش ها، موقعیت ها و شغل هایی رو که میتونید به دست بیارید و افرادی که باهاشون کار و جایی که قرار زندگی کنید و همه اینها برای هزاران سال تنها از روی عملکرد یک روز شما مشخص میشن. فکر میکنید در اون روز میتونید تمام تلاشتون رو بکنید؟ در این صورت چطور زندگی میکردید؟ آیا اطاعت از کلام خدا اولویت مطلق شما میشد؟ آیا به خاطر پادشاهی خدا در پی تاثیرگذاری بر زندگی مردم می بودید؟ با وجود این، واقعیت ابدیت با گفتگویی که اینجا داریم می کنیم قابل مقایسه نیست، چون یک روزی که به 365 هزار روز تقسیم میشه هیچ به حساب نمیاد، عددی نامتناهیه. پس بیایید از این بگذریم و اینطور بگیم که اونجوری که یک روز رو میگذرونید، خیلی خوب، بیایید یک روز رو فقط 24 ساعت در نظر بگیریم، 1,000,000 سال بعدی شما رو تعیین میکنه. انسان تنها حدود 6000 ساله که روی زمین زندگی کرده. پس رقم 1,000,000 سال بیش از 150 برابر بیشتر از عمر انسان بر روی زمینه. این مدت زمان برای ما غیر قابل فهمه. بنابراین مهم نیست که چه مدت بر روی این زمین زندگی می‌کنیم. زمان ما اینجا در مقایسه با ابدیت صفره. شاید برای این باشه که یوحنای رسول در دوم یوحنا فصل 1 آیه 5 به ما میگه به هوش باشید که ثمر کار خود را بر باد ندهید، بلکه پاداشی به کمال دریافت کنید. میدونید، احساس میکنم باید دوباره این آیه رو بخونم. به دقت گوش کنید. به هوش باشید که ثمر کار خود را بر باد ندهید، بلکه پاداشی به کمال دریافت کنید.
شاید برای همین باشه که پولس رسول هم به ما میگه که چقدر ضرورت داره طوری زندگی کنیم که بالاترین پاداش رو دریافت کنیم. در نامش به قرنتیان به ما میگه که هر کس که پا در میدان مسابقه میگذاره طوری میدوه که جایزه رو ببره. و سپس در اول قرنتیان 9 آیات 24 تا 27 به ما میگه پس شما چنان بدوید که ببرید. هر که در مسابقات شرکت میجوید در هر چیز تن به انضباطی سخت میدهد. آنان چنین میکنند تا تاجی فانی به دست آورند، ولی ما چنین میکنیم تا تاجی غیر فانی به دست آوریم. اینو شنیدید؟ تاجی غیر فانی یعنی پاداشی جاودانی. پس من این گونه میدوم، نه چون کسی که بی هدف است و مش میزنم، نه چون کسی که هوا را بزند، بلکه تن خود را سختی میدهم و در بندگی خیش نگاهش میدارم. قرار چنان در این زندگی بدویم که برنده بشیم. برای اینکه برنده بشیم باید انضباط و تربیت بدنمون رو بیشتر کنیم و با هدف زندگی کنیم. نباید با دیگران رقابت کنیم، بلکه باید فقط و فقط با خودمون رقابت کنیم و هدفمون این باشه که هر کاری که میکنیم خوشایند عیسی قرار بگیره. ازتون میخوام با آنچه تمرکز پولس در زندگیش بود گوش کنید. او در فیلیپیان 3:14 میگه برای رسیدن به خط پایان میکوشم تا جایزه ای را به دست آورم که خدا برای آن مرا در مسیح عیسی به بالا فرا خوانده است. و بعد در پایان عمر درباره خود در 2 تیموتائوس 4:6-7 می نویسه زمان رحلتم فرا رسیده است، مسابقه را به پایان رساندم. دیدی تو گفت مسابقه را به پایان رساندم. حالا بازم با آنچه در اول قرنتیان 9:24 میگه گوش کنید. پس شما چنان بدوید که ببرید. عیسی خود در کتاب مکاشفه فصل 3:11 به همه ما میگه به زودی میایم. آنچه داری محکم نگه دار تا کسی تاجت را نرو باید. وای دلم میخواد دوباره این آیه رو بخونم. به زودی میایم. آنچه داری محکم نگه دار تا کسی تاجت را نرو باید. تاجمون خیلی در خطره. نمیتونیم زمانی رو که اینجا روی زمین به همون واگذار شده سرسری بگیریم. سرنوشت ابدی مردم بستگی داره به اطاعت ما از نقشه خدا. اراده او اینه که همه نجات بیابند و به شباهت عیسی در بیان. او نمیخواد هیچ کی جا بمونه. در ماجرای خروج از مصر یک نسل کامل از بین رفتن. اونا یکی از بزرگترین رهبران تمام ایام رو داشتن. او موسی بود، اما باز شکست خوردن. ما میتونیم رهبران فوق‌العاده‌ای داشته باشیم، اما بستگی به خودمون داره که به عنوان نسلی از ایمانداران نقشه پادشاه رو اجرا کنیم. او در انجیل متی فصل 24 آیه 14 میگه این بشارت پادشاهی در سرتاسر جهان اعلام خواهد شد تا شهادتی برای همه قوم ها باشد. پس بیایید وظیفه‌مون رو فراموش نکنیم. وقتشه. فصلی از زندگی پیش روی ماست و او پشت در ایستاده. اگه سرنوشت خودمون رو در دست نگیریم، اون وقت خدا نسل دیگه‌ای رو بلند می‌کنه، مثل همون کاری که با نسل یوشع کرد تا اراده‌اش رو انجام بده، چون اون پیشتر اعلام کرده بود که خانه او پر خواهد بود. آنقدر ادامه خواهد داشت تا ما همه سهممون رو انجام بدیم و آنچه او به ما سپرده چند برابر کنیم. دلسرد نشید. اشتیاقتون رو دست ندید. اون دید آسمانی رو که در عهد جدید اومده دست ندید. نه تنها افراد دیگه‌ای که هم نسلتون هستن بر روی شما حساب میکنن، بلکه سرنوشت ابدیتون هم در انتظار شماست. میتونید با تکیه کامل بر فیض او موفق بشین، چون او بسیار وفاداره. از شما به عنوان شهروند پادشاهی خدا میخوام که خواندگی خودتون رو انجام بدید و تا پایان خط بدوید. 10 میلیون سال دیگه به گذشته نگاه میکنید و به خاطر کاری که کردید شادی خواهید کرد. در واقع نمیتونید بدون تلاش اراده خدا رو انجام بدید، پس طوری بدوید که در مسابقه برنده بشید. پیش از اینکه صحبتم رو تموم کنم، بذارید کمی درباره کتاب برانگیخته با ابدیت بهتون بگم که حماسه افابل از اون اقتباس شده. مردان و زنانی هستن که شهادت میدن بهش یا جهنم رو تجربه کردن. بعضی از این شهادت ها در نتیجه تجربه نزدیک به مرگ بوده و بعضی ها رویاها دیدن. با این حال همه اون تجربیات با متون کتاب مقدس کاملا همخوانی داره. از میون کتاب هایی که خدا منو راهنمایی کرد تا برای قومش بنویسم، هیچ کدوم مثل این یکی بر زندگی شخصی خودم تاثیر نذاشته. بنابراین وقتی اهمیت این پیغام رو فهمیدم، به کلیسایی در ناحیه شیکاگو رفتم و جلوی چشمان هزار پیام ویدئویی 40 دقیقه‌ای ساختم. تمام کتاب و فصل به فصل جلو رفتم. با شور و حرارت ساخته شد. یادمه همونطور که این پیغام آماده می شد هزارم بنا می شدند. پس از 3 روز ضبط کردن 12 تا پیغام، تو پایان افرادی از بین حاضران از فرط شادی و هیجان کاری که خدا در زندگی اونها رو به انجامش فرا خونده بود اشک می ریختند.
میخوام بازم این نکته رو تکرار کنم که نمایش رادیویی افابل برای دوستان و اعضای خانواده که ایماندار نیستند و برای کسانی که در ایمانشون نیاز به تشویق دارن ابزار فوق‌العاده‌ایه. امیدوارم با استفاده از منابعی که باعث تبدیل زندگی‌ها میشه بر زندگی خود و همچنین زندگی دیگران سرمایه‌گذاری کنید. در پایان میخوام با شما دعا کنم. بیایید با هم به خدا به خاطر فیض شیمان داشته باشیم تا نقشه دلخواهش رو در زندگی شما انجام بده. پس بیایید با هم دعا کنیم. پدر آسمانی، مرسی برای اینکه منو به وسیله پسرت عیسی مسیح نجات میدی. کلام تو رو درباره اهمیت اجرای ارادت بر روی زمین شنیدم. ازت میخوام که به ویژه خواندگی منو در زندگی بهم نشون بدی. نه تنها ارادت رو میجویم، بلکه فیضت رو هم میخوام تا بتونم اراده تو رو به انجام برسونم. مشتاقانه میخوام که دعامو در عیسی مسیح تحقق ببخشی. متشکرم که دعای منو میشنوی. به نام عیسی دعا میکنم. آمین. به عنوان آخرین کلام تشویق‌آمیز میخوام آیه‌ای رو به شما بگم که یکی از صمیمانه‌ترین دعاهای پولس برای همه مقدسینه. او در اول تسالونیکیان 3 آیات 11، 12 و 13 میگه خود خدا، پدر ما و خداوند ما عیسی راه ما را به سوی شما هموار سازد و همان گونه که محبت ما به شما فزونی می‌یابد، خداوند محبت شما را به یکدیگر و به همه مردم بسیار افزون گرداند و دل‌های شما را استواری بخشد تا آنگاه که خداوند ما عیسی با همه مقدسان خود می‌آید، در حضور خدا پدر ما بی عیب و مقدس باشید. باشد که خداوند به فراوانی شما را برکت بده. باعث افتخار من بود که داستان حماسی افابل رو براتون تعریف کنم.